سلام دوستان، به کانال بیوگرافی فارسی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید. اگر هنوز عضو این کانال نیستید، از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله کنارش رو بزنید. خانم شهلا ریاهی متولد 17 بهمن 1305 در تهران، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون است. او تا مقطع سیکل یا دیپلم نظام قدیم تحصیل کرد و نام اصلیش قدرت و زمان وفادوست می باشد. قدرت و زمان وفادوست در 14 سالگی با پسر عموی ناتنیش اسماعیل ریاهی، کارگردان معروف تئاتر، ازدواج کرد و به علت عشق به همسر و چشمهای شهلاییش نامش را به شهلا ریاهی تغییر داد و پس از اون در تئاتر با نام جدید شهلا به ادامه فعالیت هنری پرداخت. ثمره این ازدواج یک دختر و یک پسر می باشد. بعد از 3 سال ازدواج به اصرار همسرش اسماعیل در 17 سالگی با نقش اول نمایشی به نام سیاست هارون و رشید وارد تئاتر شد و در اولین تجربه هنری خود که نقش اول دختر نمایش را ایفا کرده بود بسیار مورد تایید کارشناسان و تماشاگران قرار گرفت و بعد از 3 تجربه خود در تئاتر به بازیگری سرشناس و محبوب تبدیل شد. از تئاترهای معروف او در دهه اول بازیگریش می توان به تئاتر دختر ولگرد اشاره کرد که در تئاتر فردوسی در سال 1327 و تئاتر پارس در سال 1328 در تهران روی صحنه رفت. اجرای موفق این تئاتر به قدری بر سر زبانها افتاده بود که شهلا در سال 1329 در اصفهان و پس از اون بلافاصله در شیراز هم اون رو بر روی صحنه برد. شهلا به قدری در تئاتر معروفیت پیدا کرده بود که معزالدیوان فکری که کارگردان اولین تئاتر او بود در سال 1330 با ساخت اولین فیلم سینمایی خود به نام خوابهای طلایی از شهلا دعوت به بازی در این فیلم کرد و شهلا با بازی در این فیلم در کنار مرحوم مجید محسنی و تعداد دیگری از بازیگران تئاتر که همگی اولین بازیهای سینماییشون بود وارد سینما شد. خانم ریاهی در سال 1330 وقتی 25 ساله بود با فیلم خوابهای طلایی وارد سینما شد و پس از بازی در این فیلم در سال 31 در فیلم یک نگاه و در سال 32 در فیلم چهره آشنا ایفای نقش کرد و یکی از چهره های مطرح سینمای ایران شد. او در همین سال برای دومین بار با معزالدیوان فکری همکاری و در فیلم دختر چوپان ساخته او ایفای نقش کرد. او همچنان در سینما و تئاتر فعالیت می‌کرد و در سال 35 پس از بازی در چندین فیلم سینمایی و تئاتر با آشنایی از تکنیک‌های فیلمبرداری و مهارت بازیگری و همچنین حمایت‌های همسرش اسماعیل ریاهی فیلم سینمایی مرجان رو بازی و کارگردانی کرد و با ساخت این فیلم نام او در تاریخ هنر ایران به عنوان نخستین کارگردان زن سینمای ایران ثبت شد. دکتر منوچهر ریاهی فرزند او که در اون زمان پسر بچه‌ای خردسال بود در این فیلم ایفای نقش کرد. شهلا پس از کارگردانی در این فیلم هیچ فیلم دیگری نساخت و تمام فعالیت و توان هنری خود را معطوف بازیگری کرد. او همچنان که در سینما فعالیت می‌کرد، فعالیت در زمینه تئاتر را هم ادامه داد. از جمله تئاترهای معروف او میتوان به مکافات اشاره کرد که مرحوم محمد علی جعفری کارگردان و بازیگر اون بود و در سال 36 روی صحنه رفت. تئاتر خانم ویندرمیر در سال 1340 هم از جمله تئاترهای معروف دیگری است که او در اون ایفای نقش کرد. خانم شهلا ریاهی در سال 39 در فیلم عروسک پشت پرده در نقش مادر مرحوم مجید محسنی ظاهر شد و برای همگان غیر قابل باور بود که او در نقش مادر مجید محسنی بازی کنه، چرا که محسنی که خودش کارگردان و بازیگر این فیلم بود چندین سال از شهلا بزرگتر بود ولی در این فیلم نقش پسر شهلا رو بازی میکرد. شهلا در این فیلم اولین نقش مادر سینمایی خودش رو بازی کرد. او پس از بازی در این فیلم اگرچه نقش‌های دیگری در سینما رو هم بازی کرد ولی کن در ایفای نقش مادر بسیار جا افتاده تر شده بود. زنده یادان ایران دفتری، ایرج قادری و پروین سلیمانی، رقیه چهره آزاد و حمید خیرآبادی از جمله کسانی بودند که قبل و بعد از شهلا در سینمای ایران ایفا کننده نقش‌های مادر بودند. شهلا مثل نادره در چندین فیلمش نقش مادر کسانی را بازی کرد که تفاوت سنی زیادی با او نداشتند که از بارزترین اونها میشه به نقش مادر مرحوم علی فردین اشاره کرد، در حالی که او تنها 4 سال از فردین بزرگتر بود. از جمله آثار او در این زمینه می توان به فیلم چرخ و فلک ساخته زنده یاد صابر رهبر اشاره کرد که در سال 48 به اکران عمومی در اومد.
او بجز ایفای نقش مادر فردین، نقش مادر بسیاری از ستاره های آن زمان از جمله مرحوم بیک مانوردی و بهروز وثوقی رو در فیلمهاش بازی کرد. شهلا در سال 1341 در اولین فیلمی که همسرش مرحوم ریاهی فیلمنامه اون رو نوشته بود و با نام عروس دهکده بازی کرد. بازیگر نقش اول فیلم و کارگردان ناصر ملک مطیعی بود. این فیلم اولین تجربه اسماعیل ریاهی پس از 15 سال فعالیت در تئاتر بود. او از سال 35 همزمان با شهلا در اولین ساختش به کارگردانی تیزرهای تبلیغاتی روی آورده بود و سناریوی عروس دهکده رو برای ملک مطیعی پدر سینما نوشته بود و در سال 42 اولین فیلم سینماییش رو با نام جاده مرگ با مضمونی پلیسی و ساختاری اکشن ساخت و شهلا هم در این فیلم عهده‌دار یکی از نقش‌های اصلی شد. این فیلم با استقبال زیادی روبرو شد. آن زمان زنده یاد آرمان، مرحوم عبدالله بوتیمار و مینو شفیع از دیگر بازیگران این فیلم بودند. اسماعیل ریاهی پس از ساخت این فیلم چندین فیلم دیگر را کارگردانی کرد که از جمله موفق ترین فیلم های او در سالهای اولیه میشه به فیلم زن و عروسکایش اشاره کرد که در سال 44 ساخته شد. شهلا هم در چندین اثر از همسرش ایفای نقش کرد که از جمله اونها میشه به فیلم های شیطان در میزند، جهان پهلوان، خشم کولی، شکوه جوانمردی، میلیونرهای گرسنه، بهش دور نیست و دلهای بیارام اشاره کرد. او در اکثر این فیلم ها همبازی مرحوم فردین بود که از جمله اون هم میشه به بهش دور نیست اشاره کرد. شهلا در سال 55 پس از 32 سال فعالیت در تئاتر و سینما با بازی در مجموعه سریالی تلخ و شیرین به کارگردانی ثریا قاسمی وارد تلویزیون شد و پس از اون هم در سال 56 با بازی در مجموعه سریال ایتالیا ایتالیا به کارگردانی نوذر آزادی شهرت خودش رو در تلویزیون دوچندان کرد و از اون پس به طور مداوم به عنوان بازیگری مشهور و محبوب در تئاتر، سینما و تلویزیون به ادامه فعالیت گسترده پرداخت. او پس از انقلاب با همان نام هنری شهلا و با فامیلی همسرش ریاهی با نام شهلا ریاهی به ادامه فعالیت پرداخت. شهلا ریاهی پس از انقلاب هم بیشتر در نقش‌های مادر در فیلم‌ها و سریال‌ها ظاهر می‌شد. با ادامه این روند در نقش مادر کسانی همچون اکبر عبدی، ابوالفضل پورعرب، بیژن امکانیان، رضا رویگری و دانیال حکیمی ظاهر شد. شهلا ریاهی در تمام ژانرهای سینمایی و تلویزیونی ایفای نقش کرده که از جمله معدودترین اونها میتوان به بازی در فیلم گلنار در سال 67 اشاره کرد که در ژانر عروسکی و برای کودکان ساخته شد و فروش بسیار بالایی هم داشت. او تا اوایل دهه 80 فعالیت بالایی در بازیگری سینما و تلویزیون داشت و از اون پس هم به استراحت و مرور خاطرات گذشته خود در منزل پرداخت. این بانوی هنرمند پس از فوت همسرش فقط به خاطره هایی فکر میکرد که با او و دیگر هنرمندان داشته. با وجود اینکه سالها در قبل از انقلاب با شرایط آن زمان در بیش از 40 فیلم و سریال بازی کرده بود، بعد از چند سال از انقلاب 57 توانست دوباره با شرایط بعد از انقلاب به بازیگری ادامه بده. اولین فیلم او بعد از انقلاب گل مریم در سال 66 بود. او بعدها از سوی وزارت ارشاد مدرک معادل دکترا گرفت. خانم ریاهی به جز بازیگری، سرودن شعر رو یکی از دلمشغولی‌هاش عنوان کرده که اکثر اونها رو برای خانواده و به خصوص نوه‌هاش سروده. آخرین بازی خانم ریاهی در سال 79 با فیلم دعوت به شام بود. اما در سال 95 در نهنگ انبر دو هم حضور خیلی کوتاهی داشت و آخرین بار در سال 81 در سریال مهمانپذیر توبا بازی کرد. او در مصاحبه‌ای گفته 17 سال بیشتر نداشتم که به درخواست و راهنمایی همسر مرحومم اسماعیل ریاهی که خودش از شیفتگان تئاتر بود به صحنه تئاتر راه یافتم. حدود سال 23 بود. در سال 1330 با فیلم خوابهای طلایی وارد سینما شدم. پس از اون وارد رادیو شدم و برای 14 سال در نمایشنامه‌های رادیویی در نقش بازیگر و کارگردان مشغول بودم. در سال 35 هم اولین فیلمم به نام مرجان رو کارگردانی کردم که به عنوان اولین کارگردان زن ایرانی شناخته شدم. درباره حضورم خاطره جالبی دارم. پدرم قبل از فوت خواب می‌بیند که نوزادش را در دستانش گرفت و ناگهان نوزاد به آسمان می‌رود. فردای آن روز پدرم خواب را اینطور تعبیر کرد: نوزادی که به دنیا آمده یا می‌میرد یا مشهور می‌شود. زمانی که وارد عرصه سینما شدم، همه خانواده‌ام سیاه پوشیدند و گفتند قدرت و زمان مرده و دیگر برای ما وجود ندارد. اصلا برای اونها ورود زن به عرصه هنر غیر قابل باور بود و تا این حد از کاری که می کردم بدشون می اومد.
من در بیش از 60 نمایشنامه که در تمام آنها نقش اول رو داشتم ایفای نقش کردم که خانم کاملیا، رومئو و جولیت، تاجر ونیزی، خسیس، آخرین لحظه، پیچ خطرناک و مکافات نمونه ای از اونهاست. خوشحالم که تونستم با بیش از 60 سال فعالیت هنری در عرصه تئاتر، سینما، رادیو و تلویزیون دین خودم رو به جامعه هنری ایران ادا کنم. من دختر کوچکی بودم که وارد سینما شدم و این مردم بودن که نام من رو بزرگ کردن. امروز هستم و شاید فردا نباشم، اما هرچی که دارم از مردم است. با توجه به اون چیزهایی که میبینم، فکر میکنم در سالهای اخیر با دستیابی به تحصیلات و مطالعات بسیاری که در این زمینه صورت گرفته، سینما و تئاتر شاهد شکوفایی و رشد بسیاری خواهد شد و به جرئت میتوان گفت که این دو هنر از تحول چشمگیری تا حد جهانی شدن برخوردار شدند. با فوت همسرم خیلی چیزها رو از دست دادم، اما این تقدیر همه ماست. بیشتر وقتم رو در خانه میگذرونم و جدول حل میکنم و تلویزیون میبینم. اسماعیل همه دنیای من بود. وقتی با هم ازدواج کردیم من 14 سالم بود. با هم بزرگ شدیم. او همسنی نداشت، فقط 20 سالش بود. من هرچه در زندگی دارم از اوست. کار من این روزها نشستن و انتظار برای پیوستن به اوست. قرار بود 70مین سالگرد ازدواجمون رو در کتاب گینس به عنوان هنرمندانی که رکورد بیشترین عمر زندگی مشترکشون رو با هم بودن ثبت کنیم. خانم شهلا ریاهی از سال 81 از بیماری آلزایمر و بیماری دیمنشیا یا زوال عقل رنج می برد و به علت بیماریش حدود 10 ماه در بیمارستان بستری بود و زندگی نباتی داشت. خانم شهلا ریاهی در نهایت در 11 دی ماه سال 98 و در سن 93 سالگی دار فانی رو ودا گفت. مراسم تشییع پیکر شهلا ریاهی در صبح یکشنبه 15 دی 98 با حضور اقشار مختلف مردم و جمعی از هنرمندان در تالار وحدت برگزار شد. روحش شاد و یادش گرامی. مرسی که با لایک کردن و کامنت گذاشتن از ما حمایت میکنید. حتما نظرتون رو در زیر همین ویدیو و در قسمت کامنت برای ما بنویسید. و اگه هنوز عضو این کانال نیستید، میتونید از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید. اوقات به کامتون باشه تا دیداری بعد، بدرود.